شرکت امنیتی سایبری پروف پوینت میگه شواهدی داره که نشون میده سپاه پاسداران از طریق گروه هکری بچه گربه های ملوس در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره مقامات سابق دولت آمریکاست. 3 سال پیش علی خامنه ای علنا مقامات دولت ترامپ رو به خاطر کشتن قاسم سلیمانی به ترور تهدید کرد. نشریه سمافور میگه سپاه پاسداران با نفوذ به حساب‌های اینترنتی مقامات، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران آمریکایی به دنبال درک بهتر و پیشبینی تصمیم آمریکا و متحدانش در قبال برنامه هسته‌ای ایرانه. پارسال وزارت دادگستری آمریکا اعضای سپاه رو به تلاش برای ترور جان بولتون متهم کرد و 6 ماه پیش هم 3 مرد به خاطر توطئه برای ترور مسیح علی‌نژاد در نیویورک محاکمه شدند. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، چقدر گسترده هست این تلاش‌های جمهوری اسلامی بر اساس این گزارش‌هایی که می‌بینیم برای نفوذ به کامپیوترها و شبکه‌های کسانی که می‌تونن اطلاعاتی به دست جمهوری اسلامی برسونن که شاید برای اونها برای واکنش به درد بخوره؟ به نظرم ما یک افزایش شدید رو در این روند شاهد هستیم. در طی سالهای گذشته فعالیت‌های هکری جمهوری اسلامی یا بخش سپاه پاسداران پوشیده نبوده بر دستگاه امنیتی غربی. در سال 2015 وقتی که همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا این حملات سایبری ادامه داشت، برخی از افراد که در جریان مذاکرات قرار داشتن اینا هک شدن و از طریق هک یک نفر تونستن به افراد دیگر برای دسترسی پیدا کنن و از این جهت تلاش میکردن که در اون گرماگرم مذاکرات در واقع بتونن که با دسترسی به ایمیل‌های شخصی اینها، اسنادی که تو این ایمیل‌ها وجود داشت، فهم بهتری پیدا بکنن نسبت به اینکه طرف مقابل داره چجور فکر می‌کنه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی در طی سال‌های گذشته از هک کردن، یعنی سپاه پاسداران از هک کردن کشورهای غربی، دیپلمات‌ها، اساتید دانشگاه، مقامات سیاسی تلاش کرده به عنوان یک ابزار سیاسی خارجی استفاده کنه. حالا کشورهای دیگه ابزارهای دیگه هم دارن، مثل مذاکره می‌کنن، سرمایه‌گذاری خارجی دارن، توریسمی که از بخش‌های ابزار سیاسی خارجی هست، مسائل دیگه، همکاری دانشگاهی. اینها برای جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تمام این مجراها بسته هستش رفته به سمت یک مسیر تبهکارانه‌ای که فقط در حال با تهدید و دزدی و جعل و اینجور چیزها میتونه در واقع اطلاع جمع کنه. حالا یه لایه بهش اضافه شده. این لایه این هستش که این الان دیگه فقط هکی که داره انجام میشه فقط برای جمع‌آوری اطلاعات نیست، فقط برای جاسوسی نیست. اون چیزی که با توجه به هر حال به اظهارات مقامات ایرانی الان این شرکت مرتبط با پروف پوینت مرتبط با بررسی هک‌های اینترنتی مطرح می‌کنه این هستش که با توجه به هر حال صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی کردن در خصوص تهدید مقامات سابق آمریکا و موارد مختلفی که شما هم بهش اشاره کردید در مقدمه این گزارش، نحوه رفتن دنبال مقامات سابق آمریکا میتونه برای این باشه که بتونن که اطلاعات بیشتری در مورد هدفهای خودشون در واقع جمع‌آوری کنن. این نکته‌ای هستش که به هر حال خب حساسیت خیلی زیادی رو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه به هر حال مقامات آمریکایی بارها اعلام کردن که رفتن به سمت ترور مقامات سابق آمریکا خط قرمز هست و میتونه تبعات بسیار سنگین داشته باشه. حالا اینکه به خاطر این کار دارن انجام میدن به خاطر اینکه واقعا بلوف بزنن یا اینکه واقعا در این مسیر حرکت میکنن تا به قول خودشون برن به سمت انتقام سخت به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، اینو باید دید. ولی قطعا وارد یک مرحله جدید شدیم که فراتر از جاسوسی هست، فراتر از جمع‌آوری اطلاعات هست و قطعا توجه زیادی رو در محافل اطلاعاتی و امنیتی جلب کرده به خودش. آقای معماری، در بسیاری از موارد هم دست کم در مورد روزنامه‌نگاران فارسی زبان خارج از کشور این مشهود بوده که الزاماً از طریق نفوذ به زیر ساخت ها نیستش که سعی میکنن هک بکنن. خیلی اوقات ایمیل های موسوم به فیشینگ میفرستن که مثلا صفحه درست میکنن که شبیه یک جیمیل واقعی است یا شبیه یک حساب گوگل درایو واقعی است و خب قابل تصوره که بالاخره در این هزاران هزار ایمیلی که میفرستند به روزنامه نگاران مختلف، فعالان حقوق بشر مختلف و طبیعتاً به بعضی سیاستمداران به خصوص گذشته آمریکا که ممکنه حالا از ایمیل های شخصی استفاده بکنن، بالاخره این وسط یه چند تایی گول این حملات رو میخورن.
فراتر از چند تا هست، یعنی در واقع یکی از همونطور شما گفتین مصطلح ترین روش ها برای اینکه افراد رو هک بکنن همین هستش که به هر حال از همین روش فیشینگ استفاده میکنن که وانمود میکنن که کسی دیگه هستن، یا وقتی یه نفر رو هک میکنن مثلا شما رو هک میکنن از طریق ایمیل شما میبینن که مثلا به من ایمیل زدین، بعد با همون لحنی که شما با من صحبت میکنین یک ایمیلی به من میزنن و از من میخوان که یه لینک رو باز بکنم، باز کردن لینک همانا و واقعا در اختیار قرار گرفتن دستگاهتون در اختیار هکرها همانا. و این با اینکه روش‌های خیلی بسیار پیشرفته‌ای هست در این حوزه و به هر حال ما روشی داریم که حتی نیازمند این نیستش که افراد روی لینک کلیک بکنن، ولی جمهوری اسلامی همچنان داره از همون روش استفاده میکنه، با در واقع تکرار زیاد این کار تلاش میکنه که موفق بشه. بسیاری از موفقیت این روش بر این هستش که اینقدر بفرستن، اینقدر تکرار بشه این مسئله و تا اینکه اون فردی که مورد هدف قرار گرفته یکی از این ایمیل ها رو باز کنه و ایمیلش به هر حال در اختیار اون قرار بگیره. ممنونم از شما، امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت.